در مورد Object Oriented Programming پایتون صحبت بکنم. نمیدونم خیلیتون میدونید اعداد فیبوناچی چی هست. اعدادی که از دو عدد از جمع دو عدد قبلیشون به دست میاد. بر فرض صفر که عدد اول تو کامپیوتر چی؟ یک و صفر میشه یک. دو و یک میشه سه. پنج و سه میشه هشت. این و عدد و این عدد جمعشون میشه این. این عدد و این عدد جمعشون میشه این. اینا بهش میگن اعداد فیبوناچی. ما میخوام یه همچین فانکشنی رو بسازیم، اما داخل اینجا این فانکشن رو ما توی فایل چیز درست کردیم از قبل، فایل simple.oop. اینا بکنید این بالا به این ارورها توجه نکنید، اینا ارورهای پایتون 3 هستش داره میده، چون این نت بینز با پایتون 2 ساخته شده، به خاطر همون این ارور میده. اینا بکنید این بالا کلاسی رو ما ساختیم. کلاس رو اینجوری میسازن، یه اسمش میدن، بعد این دو نقطه رو میذارن. این از اینجا تا اینجا داخل کلاس هست الان. و این پایین ما چیکار کردیم؟ کلاس رو اینستانشیت کردیم یا ازش یه مثال ساختیم. یا تو میاد توی جاوا اینجوری کلاس رو میساختن، مثلا میگفتن object مثلا امیر مساوی با مثلا نیو امیر. درسته؟ اینجوری از توی جاوا کلاس رو ازش اینستنس درست میکردم. کلمه نیو یا تو میاد دیگه توی جاوا. اما اینجا فقط یه اسم میدیم، اسم کلاس رو مینویسیم و داخل پرانتز حالا اگر عددی خواستیم، چیزی خواستیم، پارامتری خواستیم اینجا بهش میدیم. البته لزوماً هیچ اینجا قرار نگرفته، ولی بدونید که هر عددی خواستیم میدیم. بذارید دوباره از بالا شروع بکنیم. ببینید کلاسمون رو نوشتیم، یه اسم دادیم بهش، دو تا فانکشن تعریف کردیم. این فانکشن اولی چیه؟ فانکشن دومی چیه؟ فانکشن دومی اسمش که از خودمون درآوردیم. اما فانکشن اولی کنستراکتور هست. کنستراکتور داخل کلاس معنیش چیه؟ کنستراکتور یعنی متدی که اول توی کلاس ساخته میشه. کنستراکتور رو اینجوری میسازن که داخل پایتون اینجوری میسازن که دوتا underscore میذارن و بعد میرسن init و بعد دوتا underscore دوباره میذارن. نمیدونم اینا رو توی زبان دیگه به گوشتون خورده یا نه این init رو، اما وقتی من control i رو بزنم، خب داخل netbeans control i اینجا میرسه constructor، و وقتی من constructor رو بزنم میبینید که اینجا به من چی میده؟ دوتا به اصطلاح میگن، اینا رو ما برگردونیم عقبی ذره. از اینجا من یه کنستراکتر چیز بکنم، تعریف کنم براش، چون وقتی ما این رو دوتا کنستراکتر درست میکنیم به درد نمیخوره. من اگه یه کلاسی بزنم و این کلاس رو اسمش رو بزنم نیم، و اینجا مثلا چیکار بکنم؟ کنترل آی رو بزنم، کنستراکتر به من میده. اما اولی سلف هست، دومی پارامترا هست. داخل کنستراکتر شما اولین چیزی که درست میکنید، بذارید من end رو از اینجا کات بزنم که این ارور نده. اولین چیزی که شما درست میکنید داخل کنستراکتر سلف هست. سلف یعنی چی؟ یعنی خود کلاس، خود چیزی که میخواید شما ازش استفاده بکنید. سلف یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بعدها ازش استفاده بکنید، پارامتر بهش بدید. این یعنی اون سلف. دومی و سومی پارامتراتون میتونه باشه، حالا 10 تا میتونه باشه، ولی اولیش باید سلف باشه داخل کنستراکتور. سلف a مساوی با a. یادتون میاد داخل، بذار اینجوری بگم بهتون، جاوا میدونید یا سی پلاس پلاس میدونید یا سی میدونید کلمه دیس رو داشت؟ یادتون میاد دیس؟ و حالا ببینید پی اچ پی این رو داشت که مثلا کلاس شما مثلا بود دیس، از اینجوری بود دیگه، PHP this، و بعد ازش مثلا چیکار میکردیم؟ از متدمون استفاده میکردیم. خب ولی چیه اینجا؟ self همون معنی this رو میده، یعنی از همین this، یعنی از همین a و b، خب که اینجاست این a و b، یه وریبل دیگه بساز a و اونو مساوی a قرار بده، یه وریبل دیگه بساز b اونو مساوی b قرار بده. بذارید یه فایل دیگه ببینم میتونم باز بکنم اینجوری به شما توضیح بدم. اوکی، من اینجا یه فایل جاوا باز کردم. ببینید کلاس ما اینجوریه بود تو جاوا. گیج نشید، نمیخوام حفظ بکنید این رو.
فقط اینجوری میخوام بدونم که بهتون بگم که اونایی که جاوا میدونن براشون راحت تر فهمیدنش. کلاس ما یه اسمی داشت و کلاسمون داخلش یه همچین چیزایی داشت، درسته؟ ببینید دو تا مثلا A و B درست کردیم، فرض کنید نام کوز A هست، نمیدونم اینم B هست. خب کنستراکتور اینه، اسم کلاس رو میگیره، ولی شما چیکار کردید داخل پایتون اینجوری گذاشتید. خب و اینجا داخل جاوا چیکار میکرد؟ اینت مثلا A و اینت B رو، و بعد چیکار میکردیم؟ میگفتیم A مساویه A، B مساویه B. ولی چون این A با بالای قاطی نشه میگفتیم چیکار بکن؟ میگفتیم this A مساویه A و this B مساویه B، درسته؟ یه همچین کاری میکردیم، درسته؟ و خب اینجا هم همونه، یعنی توجه بکنید self A، چون اگر ما این سلف رو گذاشتیم گفتیم این A، یعنی این A که با بالایی فرق میکنه. اگر بخواستید اون سلف رو میتوزید بردارید به جاش بگید مثلا V مساویه A و مثلا S مساویه B، هیچ فرقی نمیکرد دیگه، اون موقع به سلف احتیاج نداشتید. میدونید چی میگم؟ این فرقش اینه. ولی اینجا اختاری که به ما میده چیه؟ میگه unused variable V، به خاطر اینکه یه وریبلی استفاده بکنید ازش بعد بگی چی؟ اینا رو میبینید قهوه‌ای شده، یعنی این self A بالایی مساوی با چیه؟ A. پس ما اینجا دو تا وریبل تعریف کردیم، constructor رو ساختیم. میخوام فقط اینجا بهتون بگم constructor اینجوری ساخته میشه و اینجا چیکار کردیم؟ وریبلی که بالا تعریف کردیم و مساوی اون وریبلی که اینجا چیکار کردیم؟ تعریف کردیم از self گذاشتیم. پس این وریبل A و B تعریف رو داخل constructor. دومی function ماست. فانکشن ما دوباره یه دونه چی داره؟ سلف داره. سلف چیه؟ میخوایم براش مثلا وریبل درست کنیم دوباره. تا زمانی که ترو هست، خب جنریتور سلف بی، بی ما این همون سلف ها رو همه رو اگر بردارید، این سلف و این سلف اینا رو همه رو بردارید، یعنی تقریبا میشه A و B مساویه با A B یا B A plus B، همون چیزی بود که من قبلا توی functions به شما گفتم. ببینید functions اگر نبود for loop بود یا while loop بود که من بهتون گفتم، بذارید پیداش بکنم. میبینید این رو a b equals b و a plus b، این همینه، منتهی اون یه selfش اضافه کردیم بخاطر اینکه چی؟ گفتیم که از این کلاس ما که a و b داریم، a و b که تعریف شده دیگه، الان قبلش باید همش self بذارید، self a و b مساوی با b a plus b. yield هم همون جنریتور بود که قبلا به شما گفتم. حالا اینجوری ازش اینستنس درست میکنید، یه وریبل درست میکنید اسمش بذارید f، اسم کلاستون رو مینویسید، میگید حالا 0 و 1 یه دونه a و b باید میذاشتیم دیگه، چون کنستراکتور ما دو تا پارامتر داره، گفتم این پارامتر نیست، این self که باید همیشه بنویسید اینجا، این دو تا پارامتر هستن. اینا بکنید Control I دوباره میزنم، constructor اولی صرفه، دومی parameters، پارامتراتون رو اینجا میذارید. این خود کد هینت داره به شما میگه. خب بعد چی؟ کلاس رو تعریف کردیم، A و B رو تعریف کردیم، A صفره، B هم یکه. گفتیم برای R که یه عددی که ما حالا بعدن خواهیم گذاشت، بیا function serious رو که این هست از این کلاس ما استفاده کن. گفتم که کلاس رو ساختیم، اسمش رو گذاشتیم F، گفتیم حالا برو داخل کلاس. توی جاوا هم همینجور بود، کلاسی که ما ساختیم وقتی که نیو مثلا میذاشتیم امیر، بعد میگفتیم چی؟ برو داخل امیر دات متدش رو انتخاب بکن. خب اینجوری بود دیگه، متدش رو میگفتیم اینجوری انتخاب کن، داخل جاوا اینجوری بود. اما چی؟ اینجا اینجوریه که وقتی کلاسمون رو ساختیم اینجا اس کو دادیم بهش و بعد اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که این آر رو که خودمون ساختیم اینجا، گفتیم برو داخل کلاس افمون که چیه؟ فابیوچی اینجا، فابیناچی، و بعد چی؟ صفر و یک رو بذار. وقتی صفر و یک گذاشتی برو از این فانکشنش استفاده بکن تا زمانی که عددهایی که کوچکتر از عددهای، یعنی همین چیزایی که ما خواهیم گذاشت داخل پرینت، کوچکتر از 100 هستن بریک بکن، وگرنه چیکار بکن؟
پرینت آر بکنم. حالا من ران بکنم، خواهید دید که اعداد فبیگوچی مثلا چی رو بین 1 تا 100 رو برام می نویسه و من دیگه الان 89 به علاوه 55 کنم از 100 بیشتر میشه، به خاطر همونه دیگه اون رو نمی نویسه. پس اینم از کلاس. اینجا این رو یاد بگیرید که کلاس اینجوری نوشته میشه اولا با یه پرانتز باز و بسته، حالا در آینده بهتون میگم داخل این پرانتز چی باید بنویسید. دو نقطه رو که گذاشتید کنستراکترش رو درست میکنید. کنستراکتر اول سلف میگیره، دیگه بقیه اینا رو نمیخواد بفهمید فعلا، ولی چرا در آینده بفهمید. کنستراکتر رو درست میکنید، سلف رو میذارید، پارامتراتون رو میذارید، اونا رو تعریف میکنید، فانکشنتون رو درست میکنید هر فانکشنی هست و بعد میرید کلاستون رو اینستانشیت میکنید. ببینید داخل این پرانتز چی میذارید، هر چیزی که هر پارامتری که داخل مثلا کنستراکترتون داشتید، اینجا هم اگر دو تا بود دو تا میذارید، حالا هر چیزی که خودتون میذارید، اگر 3 تا بود 3 تا. و بعد چیه بقیه‌اش هم دیگه گفتم که برو از داخل کلاس اینا رو دیگه دیدید، متد سریس رو انتخاب بکن و بعد پرینت بکن اعدادی که کمتر از 100 هستن رو.